بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، شما را به جلسه 29 مضمون مدیریت مالی خوش آمدید میگم. و در جلسه گذشته ما شما روی نافیت سرمایه شخصی، نافیت سرمایه مجموعی و اصل سرمایه مجموعی بحثای را داشتیم و خدا کنه که با او بحثا بتانسته باشیم که به نتیجه برسیم و موارد به شکل قابل توجهش فرا گرفته باشیم. بحثی را که روز گذشته در قسمت نافیت داشتیم، مخصوصا بحث آخریشه که ما شما قسمت‌های مختلف نافیت مجموعی را با نرخ رب مقایسه کردیم و یک نتیجه گرفتیم و بیان کردیم که نرخ رب یا فیصدی نرخ ربی که پرداخت میشه اگه با نافیت مجموعی در ارتباط طوری باشه که نافیت مجموعی از نرخ رب پرداختی کرده کلانتر باشه و یا بزرگتر باشه، در این صورت به نفع ماست که قرضگیری کنیم و از بیرون برای تامین سرمایه خود قرض داشته باشیم. در صورتی که نرخ رب و نافیت سرمایه مجموعی مساوی به هم دیگر میشن، یعنی امو جی پی مساوی به آی میشه، در این صورت هیچ ارتباط بین قرضگیری و مفاد کمپانی ما شما یا افزایش مفاد کمپانی ما نیست و ما این به تاثیر از روش ما شما میتونیم که روی قرضگیری حساب کنیم و یا نکنیم. حالت سیومیش در صورتی که نافیت سرمایه مجموعی کوچکتر از نرخ رب میشه در یک سایه مثبت، یعنی اگر عددی به دست میاد که از صفر کلانتر است اما از نافیت از نرخ رب کرده کوچکتر است، در این صورت باز به زیان کمپانی ما شماست و میتونه که همو مفاد آوری و یا نافیت ما شما را کمتر بسازه. و در صورتی که نافیت سرمایه مجموعی بیخی مساوی به صفر یا به یک عدد منفی میشه، در این صورت باز برای کمپانی بسیار خطرناک تمام میشه و کمپانی در این حالت باز میره به طرف حالت وخیم خود یا به حالت ورشکستگی یا افلاس در حقیقت نزدیک میشه. پس موضوعاتی را که ما شما در او ارتباط گفتیم و بحث کردیم، امروز تا یک مثال در این جلسه ما شما ای را میخواییم که به حل یک مثال بپردازیم و با استفاده از مثال و حالت نسبی واقعی تر و به شکل ریاضی کش به بیان از این مسئله بپردازیم. مثالی را که بازم در چپترتان موجود است و به شکل واضح شما میتونین را داشته باشین در قسمت نافیت سرمایه مجموعی و در ادامه بس در کتابتان مثال هست و مثال میتونین ببینین و کتابتان را باز کنین. در مثال ذکر شده که ارگان نافیت سرمایه مجموعی یا جی پی ما شما 12% باشه، ربح سرمایه غیر 8% باشه، یعنی آی سرمایه مجموعی، سرمایه غیر 1,20,000 و سرمایه مجموعی 3,60,000 باشه. از ما شما 3 حالت خواسته. مثال اول و مواردش هم میتونیم داشته باشیم. جی پی یا نافیت سرمایه مجموعی مساوی به 12% آی یا نرخ رب مساوی به 8% سرمایه غیر یا امو ال مساوی به 1,20,000 افغانی و سرمایه مجموعی مساوی به 3,60,000 افغانی. آلات زیل داده شده در سوالتان. جی پی ما 12% است، آی ما 8% است، سرمایه غیر ما 1,20,000 افغانی است و سرمایه مجموعی ما 3,60,000 افغانی است. از ما شما موارد را که خواسته در جز الف نافیت سرمایه شخصی را خواسته، یعنی آر او ای را که ما شما گفته بودیم نافیت سرمایه شخصی ای را خواسته، نامعلوم است. نافیت سرمایه شخصی را ما شما باید دریافت کنیم. درجه قرضداری شرکت خواسته، درجه قرضداری
شرکت. یام نامعلوم است، این جزء دوم است و جزء سوم از ما خواسته که نافیت سرمایه شخص، خود درجه قرضداری بالای نافیت سرمایه شخصی چی تأثیر داره؟ تأثیر درجه قرضداری بالای نافیت سرمایه شخصی یا نامعلوم است. این سه جزء از ما شما خواسته در جزء الف نافیت سرمایه شخصی را خواسته، در جزء ب درجه قرضداری را خواسته و در جزء جیم هم رابطه بین درجه قرضداری و نافیت سرمایه شخصی را خواسته، که یعنی ما شما اگر درجه قرضداری ما زیاد میشه، ما شما چی رقم کدام بحث مد نظر بگیریم و او را رویش کار کنیم. اول فرمول نافیت سرمایه شخصی از ما شما خواسته شده، ایره در فرمول وضع میکنیم. فرمول ما شما برازی داریم که جی پی جمع جی پی منفی آی ضرب ال بر ای. فرمول نافیت سرمایه شخصی ما شما آر او ای یا ریترن آن ایکویتی یا نافیت سرمایه شخصی مساوی میشه به جی پی جمع جی پی منفی آی ضرب ال بر ای، که در اینجا ما شما جی پی رام داریم که 12% است، آی هم داریم که 8% است، ال هم داریم که 120,000 افغانی است، اما ایره نداریم، در فرمول کمبود است، ایره ما شما باید به دست بیاریم. برای به دست آوردن ای ما شما، یعنی بر سرمایه شخصی، از فرمول سرمایه مجموعی استفاده میکنیم. یعنی به خاطر به دست آوردن ای تی سی یا سرمایه مجموعی مساوی میشه سرمایه مجموعی مساوی میشه به سرمایه شخصی، سرمایه شخصی جمع سرمایه غیر، یعنی ال. حال سرمایه غیر ما شما داریم و سرمایه مجموعی را هم داریم که تی سی است 360,000، ای را نداریم. پس ای ما مساوی میشه به تی سی او طرف، ال که او طرف برای تی سی خودش منفی ال، یعنی ای ما مساوی میشه 360,000 منفی 120,000 مساوی به ای مساوی میشه به 240,000 افغانی. ما شما ای را به دست آوردیم به خاطر که از اساسات بحث فرمول ما شماست ای و بدون ای ما شما کار کرده نمیتونستیم. حالا با به دست آوردن ای میتونیم که براحتی ای را قیمت ها را در فرمول وضع کنیم و به جواب خود دست پیدا کنیم. آر او ای ما مساوی میشه جی پی 12% است یا 0.12، چون ما شما بحث کرده بودیم که همیشه فیصدی را 12 را تقسیم به 100 کنیم 0.12 به دست میاد و 8 هم که تقسیم به 100 کنیم 0.08 به دست میاد. حالا 0.12 که جی پی ماست جمع با 0.12 منفی 0.08 ضرب ال ما چند است؟ 1,20,000. ای ما چند است؟ 2,40,000. به اساس از این بحث خود ما شما به پیش میریم. آر او ای ما مساوی میشه 0.12 ما خودش جمع از 0.12 که 0.08 کم شود 0.04 باقی میمانه ضرب 0 به 0 تمام 1,12,12,2,12,24 ضرب 1/2. آل آر او ای را نزدیک ساختیم به نتیجه گرفتن که 0.12 جمع 0.04 ضرب 1/2. حالتی که اینجا بدست میایه آر او ای مساوی میشه به 0.12 0.04 که ضرب 1/2 شوه 0.02 باقی میمانه 0.04 که ضرب 1/2 شوه 0.02 باقی میمانه. یعنی آر او ای ما
مساوی میشه به 0.12 جمع 0.02 0.14 میشه. یا وقتی کی را ضرب 100 کنیم 14% به دست میاد. پس آر او ای را ما شما به دست آوردیم با استفاده از فرمول و با استفاده از مواردی که داشتیم که تی سی را اینجا به دست آوردیم و باز مبالغ در فرمول وضع کردیم و آر او ای که درخواست فرمول بود که 0.14 یا 14% به دست آمد. ما شما گفتیم که فرمول برای به دست آوردن آر او ای داشتیم و با به دست آوردن از او بس ما شما تانستیم که او مبلغی را که نافیت سرمایه شخصی ما شما را نشان میده 0.14 است ایره به دست بیاریم که 14% شد، یعنی نافیت سرمایه شخصی ما 14% است. به این ترتیب جزء الف سوال حل شد. جزء الف حل گردید. شما میتونید که یک نظر بیاندازین به تمام مراحلش. جزء ب سوال از ما شما درجه قرضداری را خواسته. درجه قرضداری مساوی میشه به ما شما درجه قرضداری را بسیار براحتی ما شما گفته بودیم که ال بر ای یعنی سرمایه غیر بر سرمایه شخصی ضرب 100 میشه. ال بر ای ضرب 100. ال ما چند است؟ 1,20,000 ضرب 2,40,000 صفرا به صفرا تمام 1,12,12,12,24 1 تقسیم 2 ایرم ضرب 100 کنیم مساوی میشه 1 تقسیم 2 0.5 ضرب 100 که شود 50% میشه، یعنی درجه قرضداری ما 50% است. به این معنا که 50% دارایی های ما شما را یعنی 50% سرمایه شخصی ما قرض است. اگر دارایی خود ما شما حساب کنیم سرمایه خود نیم سرمایه ما قرض ماست. بس دارایی جداست، بس سرمایه را، یعنی قرضی که ما شما از بیرون کردیم در حقیقت نصف سرمایه است که ما شما داریم. حالت سوم جزء بیم به می ترتیب ال میشه. جزء بیم ال گردید. شما میتونید بسیار براحتی جزء بیره داشته باشیم که درجه قرضداری سرمایه غیر تقسیم سرمایه شخصی ضرب 100 میشه. او را که ضرب کردیم 50% به دست آمد. به می راحتی ما شما به دست آوردیم که درجه قرضداری ما 50% است. جزء جیم از ما شما خواسته بود که نافیت سرمایه مجموعی را یعنی جی پی را با نرخ رب مقایسه کنیم که این کدام حالت داره و به نفع کمپانی ماست یا نیست. جزء جیم ما شما اینجا میتونیم کل کنیم جزء جیم. فقط مقایسه جی پی با آی است. جی پی ما 12% است یا 0.12. آی ما 8% است یا 0.08. یا را که مقایسه کنیم میبینیم که 0.12 از 0.08 کلانتر است. 0.12 0.08 کلانتر است، یعنی جی پی از آی بزرگتر است. ما شما به این نتیجه رسیده بودیم وقتی که جی پی از آی بزرگتر بود ما شما میتونیم که قرض را از بیرون زیادتر بسازیم و بتونیم که از قرض های زیادتر استفاده کنیم تا که به نتیجه برسیم. برای جنبندی از این سوال ما شما خواسته بود که آر او ای را در صورتی که جی پی را داده بود آی داده بود ال و سرمایه مجموعی را برای به دست آوردن آر او ای ما شما در فرمول جی پی جمع جی پی منفی آی ضرب ال بر ای یعنی سرمایه شخصی داشتیم. به این منظور ما شما باید سرمایه شخصی را به دست می آوردیم که از سرمایه مجموعی از فرمولش استفاده کردیم که در سرمایه مجموعی سرمایه شخصی جمع سرمایه غیر میشه و به این ترتیب سرمایه مجموعی ما شما 360,000 بود منفی سرمایه غیر کردیم که سرمایه شخصی را که 240,000 افغانی بود برای ما شما به دست داد. بعد از اون در فرمول وضع کردیم تمام نرخ‌ها را وضع کرده حاصل به دست آوردیم 0.14 یا 14%. وقتی که در فرمول وضع کردیم موارد کل فرمولا را از ضرب و جمع 0.14 و یا 14% به دست آمد که جزء اول ما شما کار شد، یعنی نافیت سرمایه شخصی 14% گردید.
درجه قرضداری را خواسته بود، در جزء ب درجه قرضداری را بسیار به شکل راحتش به دست آوردیم که سرمایه غیر تقسیم سرمایه شخصی ضرب 100 میشه. سرمایه غیر ما 120000 بود، سرمایه شخصی ما 240000 ضرب 100 شد، 50% به دست آمد. یعنی درجه قرضداری ما 50% است. 50% سرمایه ما شما قرضدار هستیم. و جزء ج ما خواسته بود که ما شما باید نافیت مجموعی را با نرخ ربا مقایسه کنیم که جی پی 12% بود و آی 8%. از مقایسه از یاد به دست آمد که جی پی از آی کرده بزرگتر است، یعنی جی پی از آی کلانتر است و نافیت سرمایه مجموعی ما شما از نرخ ربا کرده بزرگتر است. و به این ترتیب ما شما میتونیم که با نرخ ربا بیشتر سرمایه نافیت سرمایه شخصی خود زیادتر بسازیم که جواب جزء جیم ماست. در حقیقت شما میتونید تمام موارد در تخته به شکل واضح ببینین و میتونین با استفاده از مواردی که بحث کردیم ما شما به هر کدامش و به فهم و درک هر کدامش بپردازین. خدا کنه که برداشت کامل از این بحث و از این سوال هم داشته بوده باشین. تا جلسه بعد خداوند یار و مددگارتان.